سلام، به سراغ زندگی شگفت انگیز است اومدیم. فیلمی ساخته فرانک کاپرا با بازی جیمز استوارت و دونا رید. واقعا چه چیزی زندگی شگفت انگیز است رو به مهمترین فیلم کریسمسی تاریخ سینما بدل کرده؟ فیلمی که تماشاش در شب سال نو یکی از سنت‌های خانوادگی در غرب حساب میشه. زندگی شگفت انگیز است، البته برای خود فرانک کاپرا چندان عاقبت به خیری به همراه نداشت. فیلمی که او فکر میکرد زندگیش رو متحول میکنه، کمپانی فیلمسازیش رو سرنگون کرد. بودجه 3.2 میلیون دلاری و فروش 3.4 میلیون دلاری فیلم باعث شد که او و شرکاش در نهایت RKO و تمام محصولاتش رو به کمپانی رپابلیک پیکچر واگذار کنند. اما مثل داستان فیلم چیزی شبیه معجزه، زندگی شگفت انگیز است رو در مسیر شگفت انگیز خودش انداخت. معجزه‌ای به نام کپی رایت. داستان فیلم از جای شروع میشه که در شب کریسمس سال 1947 چندین نفر در یک شهر کوچک فقط یک آرزو دارن، اون که جورج بیلی نجات پیدا کنه. فرشته های آسمون وقتی این همه درخواست میبینن قصد کمک دارن، اما اول لازمه فرشته‌ای که قراره برای این کار فرستاده بشه خوب توجیه شده باشه. پس داستان زندگی جورج تا این شب کریسمس براش روایت میشه. پسری که از کودکی علاقمند روزی جهانگرد بشه، برای نجات برادر کوچیکترش از غرق شدن تو دریاچه یخزده شنوایی گوش چپش رو از دست میده، حاضر میشه کتک بخوره ولی جلوی اشتباه مرگبار صاحب کارش توی داروخونه رو بگیره و در شبی سرنوشت ساز عوض رفتن به سفر افسانه‌ای خودش رو به انجام وظایف پدرش در یک مؤسسه تعاونی مسکن مشغول میکنه. جورج از سفر شگفت انگیزش جا مونده. حالا 3 ماه از مرگ پدر گذشته و او باید با سپردن کارها به هیئت مدیره به دانشگاه بره. اما قلدری مردی سرمایه‌دار به نام پاتر که خون همه رو تو شیشه کرده باعث میشه که او تصمیمش رو عوض بکنه. جورج برای ادامه مسیر پدر در راه ساخت سرپناهی برای مردم قید دانشگاه رو میزنه. گذشت‌های جورج رو پس کشیدن از نقشه‌هایی که برای زندگی خودش تو سر داشته مدام تکرار میشه. او 4 سال منتظر میمونه که برادرش از دانشگاه برگرده و جاشون رو تو مؤسسه عوض کنن، اما برادر با یه زن خوشگل و پیشنهاد کاری خوب از پدر زنش برمیگرده تا یک بار دیگه جورج بمونه و شهری که همیشه ازش در حال فراره. اما قرار نیست همیشه همه چیز برای او بد پیش بره. مری از دانشگاه برگشته و اون بارقه عشقی که از کودکی همراهشون بوده ناگهان شعله ور میشه و این دو در نهایت با هم ازدواج میکنن. آیا جورج در نهایت موفق میشه پاتر رو مغلوب کنه و او رو سر جاش بنشونه؟ از خودگذشتگی های زیاد جورج، آیا از او یک قربانی میسازه یک قهرمان؟ اما زندگی شگفت انگیز است، واقعا داره چی میگه؟ انگار ما باید مدام با جورج ابراز همدردی کنیم. آخه اون کسیه که در تمام لحظات سرنوشت‌ساز زندگیش باید دیگران رو به خودش مقدم بدونه. هیچ کس درک نمی کنه که جورج هم خواسته ها و علایق ویژه‌ای داره و در هیچ مرحله هم کسی حاضر نیست به خاطر او از مسیرش پا پس بکشه. به نظر میاد فرشته 240 ساله بیبال هم از همین ویژگی اخلاقی برای نجات جورج استفاده میکنه. You understand, George? It's because you were not born. Who am I? You're nobody. در واقع نمایش گذشته جورج باعث شده
او برای نجات این مرد در لحظه‌ای که قصد داره تمام زندگی رو پشت سر بذاره یه راه حل ساده پیش پاش بذاره، یادآوری معجزه‌ای به نام زندگی. شاید اینجای ماجرا کمی شبیه قصه داستان کریسمس دیکنز هم باشه، نشون دادن دنیا بدون حضور او و در غیابش. یه فرصت دروغین بهش داده میشه. زندگی از لحظه ای که در اون قرار گرفته بدون اینکه گذشته به نامش رقم خورده باشه و قرار باشه عواقب اون زندگی گریبانش رو بگیره. اما در این آینده احتمالی او باید بپذیره که برادرش در همون 9 سالگی غرق شده، خونه هایی برای مردم ساخته نشدن و مری نمیدونه او حتی کی هست و ازش فرار میکنه. زندگی شگفت انگیز است، عملاً بدون نشون دادن هیچ معجزه خاصی به این اشاره میکنه که خود زندگی هدیه یگانه‌ایه و اتفاقاً وجود هر فردی و زندگیش میتونه برای نسل‌ها تاثیرگذار باشه. شما ممکنه در بچگی فردی رو نجات داده باشین که روزی قهرمان جنگ بشه، یا زنی رو از خطر رسوایی در امان نگه داشته باشین. این چیزهای کوچیکی که زندگی رو نه فقط برای شما که برای همه شگفت انگیز میکنه. خوشبینی زیاد فیلم شاید کمی ساده لوحانه به نظر بیاد، اما از یه فیلم شب سال نو مگه چه انتظار دیگه ای میره؟ امید و وسوسه ای که عشق ورزیدن در دسترس قرار میده، روزی که دیگران با عشق به کمک شما میان و چراغ و امید رو براتون روشن نگه می‌دارن. خود فرانک آپرا وقتی تو دهه 70 و 80 فیلم تازه گل کرده بود از این قضیه شگفت‌زده به نظر می‌رسید. بیشترین شگفتی هم البته برای این بود که در زمان اکران هم گیشه رو باخت و هم اسکار رو. فیلم زودتر از موعد اکران شد تا به اسکار سال 1947 برسه، اما این تغییر تاریخ به سودش تمام نشد و در تقسیم جوایز اسکار هم از 7 عنوان کاندیداتوری 5 تاش رو به بهترین سالهای زندگی ساخته ویلیام وایلر باخت. Samuel Goldwyn with Myrna Loy and Frederick March living through the heartwarming second bloom of love. Andrews and Teresa Wright feeling the breathtaking thrill of love at first sight. Hoagy. تنها اسکار فیلم در بخش جلوه های ویژه بود. کار شگفت انگیزی که برای تولید برف توی این فیلم انجام شد، بحران همیشگی برف در صنعت سینما رو پشت سر گذاشت. قبل از این فیلم از کنفلکس سفید شده برای برف استفاده می شد که اون خشخش زیادش موقع صدابرداری خیلی اذیت می کرد. کافرا برای حل این بحران از تکه های صابون آجی، یخ خرد شده و فومیت استفاده کرد. یک کف و فوم شبیه اون چیزی که امروزه توی کپسول های آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیره. اگرچه امروزه از دیدگاه اغلب منتقدان و بیشتر فیلمسازان فیلم در جمع بزرگان تاریخ سینما دسته‌بندی میشه، اما یه واقعیت درباره فیلم اینه که نه قصه‌اش و نه بازی جیمز سوارت و دونارید جایگاه تاریخیش رو رقم نزدن. در واقع 2 دهه سردرگمی درباره حق پخش فیلم بود که اون رو به این جایگاه رسوند. با واگذاری RKO به Republic Pictures و بعد انحلال این شرکت و دست به دست شدن حق پخش آثار زیر مجموعش بین شرکت ها و دانشگاه، زمانی که تلویزیون ها دنبال فیلمی بودن تا با کمترین هزینه در تعطیلات شب سال نو پخش کنند، زندگی شگفت انگیز است بهترین گزینه بود. فیلم هر سال از شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش می‌شد و این رویه کم کم به یه سنت بدل شد و زمانی که بار دیگه حق پخش این فیلم در دعوی حقوقی بین کمپانی‌ها سر و صاحب پیدا کرد، دیگه نمی‌شد این سنت رو نایده بگیرن. What do you mean,
امسال 75 سالگرد اکران این فیلم بود و اتفاقا اکران مجددش در سینماها هم مورد استقبال خوبی قرار گرفت. فیلم تا به حال 3 با تکنولوژی های مختلف رنگی شده. اگرچه کاپرا با این رنگی شدن مخالف بود، اما او این حق رو هم واگذار کرده بود. در پایان با مرور چند سکانس از زندگی شگفت انگیز از خداحافظی کنیم. جورج و مری از جشن فارغ التحصیلی برمیگردن در حالی که لباسهاشون توی استخر خیس شده و مجبورن لباس عوض کنن. جورج یه لباس عالیه تنشه و مری فقط یه حوله. در یک اتفاق همه چیز برای باجگیری جورج از مری آماده است تا اینکه خبر بد سر میرسه. Okay, I give up. Here, in the hydrangea bushes. What am I doing? Man doesn't get in a situation like this every day. I've read about things like this, but I never... Shame on you! I'm going to tell your mother... In order to get this robe... I've got it. I'll make a deal with you, Mary. A stroke. Mary, I'm sorry, I've got to go. Come on. هر بار صدای زنگی به گوش میرسه فرشته بالش رو به دست میاره، اما به نظر میرسه که صاحب بار چندان به این قضیه باور نداره. Every time you hear a bell rings it means that some angel's just got his wings. I think maybe you better not mention getting your wings around here. Believe. Oh, why should they be surprised when they see one? Is it Out you two pixies go through the door or out the window. مری و جورج ماحصل رو هم از دست دادن. مری براش یه آدرس میفرسته از جایی که قرار مستقر شن، همون خونه‌ای که در نوجوانی شیشه هاش رو برای برآورده شدن آرزوهاشون با سنگ هدف قرار میدادن. امیدوارم اگر زندگی شگفت انگیز است رو ندیدین، تماشای این کلاسیک بامزه و دوست داشتنی رو از دست ندین و توصیه میکنم حتما سری به پلیلیست سینمای کلاسیک بزنین. ممنون از اینکه با این ویدیو هم همراه هم بودین. وقت خوش.